سلام دوستان، در استراحتگاه شاهان سامانی هستیم در شهر زیبای بخارا و این مقبره زیبا و قدیمی که میبینید پشت سر من مقبره شاه اسماعیل سامانی هست که در دوشنبه هم مجسمه این شخص هست، بنیانگذار سلسله سامانیان، متعلق به فکر می‌کنم وفاتش احتمالا در قرن 9 میلادی بوده و این بنا بسیار جالب و جذاب، معماریش از این جهت که خیلی قدیمیه و فقط با آجره. وقتی که میریم از نزدیک شما میبینید که چطوری با آجر نقش آفریدن و چقدر زیبا. الان به نزدیک میرم و میبینید که این مقبره قدیمی رو چطور با آجر چقدر نقشای زیبا دادم و این ورم دور تا دورش، البته من یکم دورتر بشم، دور تا دورش میبینید که چهار طرفش چهار تا برج داره، مثل نه برج نیست ولی یه حالت استوانه‌ای داره که خیلی قشنگه. اون بالا هم که میبینید چقدر زیباست، اینجا ببینید به طرح‌ها و نقش‌های قشنگی. خب بریم از فیروز جان بپرسیم. فیروز جان، فیروز اینجاست، این دوست عزیزمون فیروز که خیلی اهل ادب هم هست، اهل شعر و ادب فارسی است، یک داستانی در مورد یکی از نوادگان شاه اسماعیل سامانی میخواد برامون بگه به نام نصر سامانی. بله بفرمایید آقا فیروز. نصر سامانی یکی از همون اولادای اسماعیل سامانی باشد که در مورد دولت را اداره کردن و سوی خراسان برای استراحتگاه، برای استراحت گرفتن می رود. درست. و اونجا در خراسان خیلی وقت می ماند، در هرات. اما نوکرانی که همون اربابان دولتی که همراه او رفته بودن، شاعران همراه او رفته بودن، خیلی دلتنگ بخارا می شوند. بله. یاد میکنند بخارا را. بعدا هیچ نمی توانند که به شاه بگن که باید برگردیم، ما خانواده را یاد دلتنگ کردیم. بله. دلتنگ شدیم. و ابو عبدالله رودکی که سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیک است، به همراهشون بود. بله به همراه شاه بود. از ابو عبدالله رودکی میپرسند که به شاه چیزی بگید که ما خانواده را دلتنگ شدیم، باید برگردیم با بخارا، ما چیز از دست ما کاری نمیاد. که در واقع راضیشون بکنه. بله راضی بکنید. بعدم ابو عبدالله رودکی این غزل مشهور را میخواند. آغاز میشود: بوی جوی مولیان آید همه، یاد یاری مهربان آید همه، ریگ آمو و درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همه، آب جیهون با همه پهناوری، خنگ ما را تامیان آید همه. ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر میر نزدت مهمان آید همه. احبه. میر ما هست و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همه. میر سرو است و بخارا بوستان، سر سوی بوستان آید همی. آفرین و مدح سود آید همی، گربکف اندر زیان آید همی را میخواند و میر پای پایالوش از تخت میفراید و اسب سوار میشود و به سمت بخارا راه میگیرد. یعنی کار خودشو میکنه. بله این شعری که شعر کار خودشو میکنه. بله دیگه خیلی عالی بود. شعری که رودکی بگه حتما هم کار خودش رو میکنه. البته. خیلی ممنون فیروز جان، چقدر داستان زیبایی گفتی. خسته نباشید. این هم داخل مقبره شاه اسماعیل سامانیه که ما یکم دیر اومدیم ولی در واقع نگهبانش لطف کرد به ما و در رو باز کرد. داخلم همون معماری خیلی خیلی زیباست ولی الان چون یکم تاریکه، حالا نمیدونم تا چه، اما بعد یه نزدیکتر بیان ببینیم. خیلی زیبا. بله الان هم تا حدودی پیدا است که اینم خود مقبره هست. بله خیلی ممنون. بریم که نگهبان میخواد در رو ببنده.
سپاس، خیلی لطف کردی، متشکرم. تو باشی، زیارت قبول شد. ممنونم.